دقیقاً کسای مردمو ضد انقلاب کردن، ضد اسلام کرد که اینا دیگه به پونس کردن تو کله مردم معروف بودن. همه اکبر گنجی بهشون بودن اکبر پونس دیگه. به جوابش که موهاش بیرون بود، بو نمیده پونس تو کله یارو کرده، خودشو هفت نسل اونو ضد دین کردی، ضد حجاب کرد. والا چرا امروز شما فکر می‌کنید مثلا به خانومی که بابا بذار تو رو قبل از اینکه جنسی بهت نگاه کنه آدم ببینه؟ نه شماها خوره، بابا خوره اینا نیستن، بابا گند صدا چیزا در اومده، سینمایی ها در اومده، اونام خورن، اونایی که تو هم میلولن صبح تا شب. اینو ما که نگفتیم که چند نفر از بازیگرایی که تو حوزه، خانومهایی که تو حوزه سینما فعالن نامه نوشتن و فلان، که مگه پسره نبود که دانشگاه چند نفر رو تجاوز کرد بهشون؟ دختر مردمی برد تو خونه، چجوری میبردشون تو؟ هم از این امولایی میترسی تنها بری خونه؟ میبرد تو نوشیدنشون، حالا خواب آور میریخت چه باید بهشون تجاوز میکرد. ببینه با همینا بخوان گول بزنه دختر، بعد همین حرفا رو بزنه دیگه، یعنی مساوی بشه، شخصیتش خوب بشه. خب یه همچین چیزی که تو شما بقیه داری مثلا همه مردم بعد خودشون میگه زنا بتجاب بچرخن دیگه، یا بیجاب باشه، اینا حالشون رو ببرن دیگه. بعد بهش میگه مثلا تو یه جوری بچرخ که انسانیتت، انسان بودنت بیشتر دیده بشه تا جنسیتت. خب بعد خوشش میاد دیگه، چی شده بعدش میاد؟ ببین چه کسایی چیکار کردن که اینا تا اینجا قرن بندگونه خدا. منم بهش حق میدم، همین الان بعضی از این بازیگرا و خواننده‌های اونورا پیغام می‌رسن ما دوستین برگردید شهرام شب بده بدن که دادن مولا که بدونم به من اجازه بدن من برم تو مملکتم یه کار دیگه بکنم. بابا خوانندگی نخواستی بعده که میرم آرزو ایرانو ببینم. یعنی ما الان کم آوردیم میشه یکی مثل حبیب یا مثلا شهرام شب بده میتونه برگرده از خطوط قرمز عقب نشه؟ از اول اینا اصلا نباید میبوده. متوجه چی میگم؟ از من میپرسی از اون نامه میگه یه نفر وقتی میگه من حاضرم بیام تو کشوری مطابق با قوانین این کشور عمل بکنم، چی شده؟ یا من حاضرم بیام اینجا، مگه الان اینا که میخونن مثلا عاشقانه نمیخونن؟ از اول اشتباه کرده بود. خدا بیام مرزین منوچهر وسوق و بازیگرای قبل انقلاب خوش بازیگر خوش تو خوش تعریف میکرد دیگه. بوره گفتم به بابام سر بزنم اول انقلاب، میگفت پسرم جمع کن برو تو اینجا نمون که دیگه نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت وزیر ارشادتون داشت حرف میزد، آقای خاتمی رو میگفت که بعدن رئیس جمهور شد. چرا؟ گفت تو رادیو، گفت هر روز رادیو یکی از این چیزا رو دعوت میکرد، وزرا رو ازشون سوال میپرسیدن، گفت در مورد بازیگرا و دست اندرکاران و اینا مثلا قبل انقلاب سوال شده. گفت این آقای وزیر ارشاد آقای خاتمی برگشت گفت بازیگرای قبل از انقلاب، بازیگر زمان شاه، حتی اگر نماز بخوانن نمازشان قبول نیست. یه رفتی جا خود خدا نشست. بعد از مدتی به ما گفتن شما حق ندارین کار کنین. تا 5 سال من ایران بودم، تا اینکه یه روز پدرم به من زنگ زد گفت نهار بیا خونه ما. رفتم پلوشون رو، پدرم آدم مذهبی بود، صبح پام شد نمازش رو میخوند، رادیو رو روشن میکرد، اخبار رو گوش میکرد. اون زمان زمانی بود که خاتمی وزیر ارشاد بود، هر روز خبرنگار رادیو با یکی از این وزرا صحبت میکرد. پدرم گفت امروز صبح شنیدی وزیرتون حرف میزد؟ گفتم من وزیر ندارم، 5 سال من الان بیکارم. گفت به هر حال این آقا امروز خاتمی داشت اینو میگفت و خبرنگاره ازش پرسید که آقای خاتمی وضع هنرمندای زمان شاه چی میشه؟ ایشون برگشته بود گفته بود که حتی اینا نمازم بخونن نمازشون قبول نیست.